نام خواهر دباغ، خواهر طاهره، خواهر زینب احمدی نیلی خوانده میشد. خانم مرضیه حدیدچی. دباغ فامیلی همسرم هست. احساس میکردم اگه قراره که نامی در تاریخ بمونه، باید همسر نام همسرم باشه. مرضیه حدیدچی متولد 1318 در همدان، از جمله زنان مبارز انقلاب اسلامی بود که فعالیت‌ها و حرکت‌های سیاسی خود را از سال 1346 آغاز کرد. وی در سال 1353 به دست ساواک دستگیر شد و به همراه دختر نوجوانش رزوانه به زندان افتاد و شدیدترین شکنجه ها را متحمل شد. دفعه اول 6 ماه، دفعه دوم 1 سال و 6. این مبارز انقلاب اسلامی بعد از آزادی از زندان به فرانسه رفت و به عنوان محافظ امام خمینی رحمت الله علیه را همراهی می کرد. نامه هایی که برای حضرت امام می آمد به دلیل اینکه نبادای و خدای نخواست مسائل امنیتی داشته باشد، من خوب بالای آموزش هایی در این رابطه دیده بودم، اینا رو بردم توی آشپزخونه با اون وسائلی که باید باز می کردم، بعد می آوردم حضورشون تقدیم می کردم. خانم دباغ یکی از مؤسسان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود و به عنوان اولین فرمانده سپاه منطقه غرب کشور مسئولیت سپاه همدان را بر عهده گرفت. حضرت امام حکم می‌دادند برای تشکیل سپاه و با یه تعداد از برادران بزرگوارمون، بنده هم این افتخار رو پیدا کردم کنارشون باشم. آیت الله مدنی پیشنهاد کرد که اصلا خود خواهر دباغ فرمانده باشه. مسئولیت بسیج خواهران کل کشور، نمایندگی مجلس شورای اسلامی در 3 دوره، استاد دانشگاه علم و صنعت، قائم مقام جمعیت زنان جمهوری اسلامی از جمله مسئولیت‌ها و سوابق اجرایی خانم دباغ بود. خانم دباغ در دی ماه سال 1367 به عنوان عضوی از نمایندگان اعزامی امام خمینی رحمت الله علیه برای ابلاغ پیام ایشان به گورباچوف انتخاب شد. انتخاب بنده برای این بود که حضرت امام نشون بدن که ما زن و مرد توی مملکتمون مشکل نداریم.